سلام دوستای عزیز، به میدی بریکس خوش آمدین. امید الله فیضی هستم. ما امروز در مورد معرفی آناتومی صحبت میکنیم. ما قبلا در مورد آناتومی قلب، آناتومی ریه ها، آناتومی جمجمه، در مورد تمام اجزا صحبت کردیم، اما یارا از هر بخشی ما صحبت کرده بودیم جدا جدا. حالا میخوایم که با ترتیب از معرفی آناتومی شروع کنیم و با قسم باز با ترتیبی را به پیش ببریم و مضمون آناتومی را بالاخره به خیر باز به پایان برسانیم. ببینید، ما مضمون آناتومی را به خاطر از این میخوانیم که ما رشته مضامین دیگر وقتی که میخوانیم به این پیوند داره. مثلا مضمون پاتولوژی، فیزیولوژی، زمانی که ما فیزیولوژی را میخوانیم، پاتولوژی را میخوانیم یا مضمون جراحی را میخوانیم، تمام از او به ارتباط داره. تا که ما ساختمانش را نفهمیم که ساختمان از این یک عضو چه قسم است و در کجا قرار داره، مجاورت شه با دیگه ساختمان ها نفهمیم، ما فیزیولوژی و پاتولوژی شه باز فهمیدنش به ما سخت میشه. و می خاطر مضمون آناتومی مهم است که ما در اولی را بخوانیم. خب ما شروع میکنیم درس ما را از قسمت اصطلاح آناتومی. اول از اصطلاحش تشریح میکنیم و اولی قسم باز به پیش میریم. ببینین آناتومی نوشته میکنیم آناتومی. آناتومی از دو کلمه گرفته شده، یکی آنا و دیگه تومی. آنا به معنای اپارت یا جدا ساخته نمیگن و توم هم به معنای قطع کردن نمیگن یا هم تسلیخ کردن. خب ای بود اصطلاح آناتومی، که آناتومی گفتیم از دو کلمه ساخت گرفته شده، یکی آنا و دیگه تومی که تومی قطع کردن میگه و آنا هم جدا ساختن میگه. آناتومی در اصل یک اصطلاح یونانی هست، یعنی آناتومی اصل از یک اصطلاح یونانی گرفته شده. این قسم باید بگویید آناتومی اصل از یک اصطلاح یونانی گرفته شده که با نام تمینین میباشه. تمینین و تمینین به معنای چیز؟ تمینین هم به معنای قطع کردن یا تسلیخ کردن هم میگن. یعنی آناتومی از کدام کلمه گرفته شده؟ آناتومی از کلمه تمینین گرفته شده که تمینین هم یک کلمه یونانی میباشه. و آناتومی، ما در آناتومی وقتی که بالای آناتومی صحبت میکنیم، مطالعه آناتومی بالایش صحبت میکنیم، به این معنا که هر آن چیزی که ما در بدن با چشم دیده میتونیم، یعنی هر آن چیزی که بدون مایکروسکوپ دیده میشه و ماکروسکوپیک است. ماکروسکوپیک یا گراس است. ببینید، به طور مثال قلب است، قلب ساختمان هایش است، یا قبرقه ها است، یا چشم است، یا دهن است. اینا تمام از این را ما با چشم دیده میتونیم بدون از اینکه به مایکروسکوپ ضرورت باشه. او نمو مطالعه تمام از این را به نام چی یاد میکنن؟ تمام مطالعه از این را به نام آناتومی یاد میکنن. یعنی آناتومی یک علمی است که ضرورت نیست که ما را با مایکروسکوپ ببینیم. هر آن چیزی را که با ما ماکروسکوپیک دیدیم، ماکروسکوپیک یعنی که با چشم میبینیم، با چشم غیر قابل مسلط دیدیم و یا به شکل گراس دیدیم، او را به نام چی یاد میکنیم؟ به نام آناتومی یاد میکنیم. و باز اگر او را مایکروسکوپ ضرورت بود، باز او هستالوژی است که باز هستالوژی انساجی که ما میبینیم، حجراتی که میبینیم داخلش، باز او هستالوژی است که باز مایکروسکوپیک است. یکی ماکروسکوپیک یا گراس میباشه. خب ما بالای اصطلاحش صحبت کردیم که اصطلاح آناتومی از چند کلمه گرفته شده. باز گفتیم که ریشهش اصل یونانی است که از تمینین گرفته شده و ماکروسکوپیک یا گراس است، یعنی بدون از اینکه با مایکروسکوپ ضرورت باشه ما او را که تانستیم دیده، او را به نام آناتومی یاد میکنیم. در آناتومی چیزی نیست که ما او را باز توسط چی ببینیم؟ توسط مایکروسکوپ ببینیم. آناتومی یک علم است که ماکروسکوپیک یا گراس میباشه. آناتومی به دو شکل مطالعه میشه. بعد دو شکل قابل مطالعه است، یا ریجنال است از لحاظ ریجنال یا ناحیوی، و یا هم از لحاظ سیستمیک است. ببینید آناتومی به دو شکل مطالعه میشه، یا به شکل ریجنال یا ناحیوی، یا به شکل سیستمیک یا سیستمی. ریجنالش به طور مثال مثلا توراکس، مثلا آبدومین. ببینید آناتومی گفتیم به دو شکل مطالعه میشه و نوع ریجنالش که از توراکس، مثلا صدر، ما به صدر مطالعه میکنم، اینو میگیم که ریجنال.
تناسر صدر میخوانیم، یا میریم باز بعد از او بطن میخوانیم یا ابدومن. او را میگم ریجنال، ناحیوی. هر ناحیه را میخوانیم، یک دفعه صدر میخوانیم، یک دفعه ابدومن، که در کتابای گری و کتابای بیارس به این شکل است. هر قسمت یا هر ناحیه را ما بررسی میکنیم. و دیگهش که سیستمیک است، به شکل سیستمیک. سیستمیک به این معنی که آناتومی میتونه که به شکل سیستمیک هم خوانده شود، که مثلا سیستم قلبی را بخوانیم، سیستم مثلا سیستم عصبی رو بخونیم، که سیستم ها باز تمامش شامل میشه. باز تنها مثلا سیستم عصبی تنها ما برین نمیخونیم، تنها مغز نمیخونیم. برین است، اسپاینال کارد است، پریفرال نرو سیستم است که در محیط موجود میباشه، یعنی خود مغز است، اسپاینال کارد یا نخای شوکی است، و همی عصبی که در محیط موجود میباشه. تمام از یا باز مربوط سیستم عصبی میشه. این سیستمیک شد و او ریجینال به دو شکل خوانده میشه و اکثرا به شکل اوریجینال در کتاب ها موجود میباشند. و بعد از او سر یک چیز دیگه ما صحبت میکنیم به نام اناتومیکال پوزیشن. اناتومیکال پوزیشن یا حالت اناتومیکی. حالت اناتومیکی چیست؟ ببینید، هر چیزی را که ما در کتاب ها میخوانیم، هر چیزی را که میخوانیم، موقعیت قلب میخوانیم، موقعیت مثلا جگر را میخوانیم یا لیور یا کبد، موقعیت کلیه ها را میخوانیم یا ساختمان هایشان را میخوانیم، هر آن استخوان ها را که میخوانیم، هر چیزی را که میخوانیم، تمام چیزها در کتاب ها به اساس اناتومیکال پوزیشن ذکر شده. تمامشون. یعنی یک نفر باید یک دکتر اناتومیکال پوزیشن را بفهمد تا که بعد از او بفهمه که بله این ساختمان در کجا قرار داره و در مجاورتش چی قرار داره. به خاطر دانستن از او اناتومیکال پوزیشن ضرور است، به خاطر از اینکه جراحی، یک نفر که جراحی میکنه اناتومیکال پوزیشن را باید بفهمه و اناتومیکال پوزیشن مهم است دانستنش. اولین چیز در اناتومیکال پوزیشن چیست؟ standing upright. ببینید، اولین چیزی که در اناتومیکال پوزیشن بسیار مهم است است که شخص باید همتو به شکل مستقیم استاد شود. مستقیم و استوار. استوار استاد شود. به این شکلی است. استوار استاد است. به این شکل استوار استاد میشه در اناتومیکال پوزیشن یک. اگر بر روی چی میباشه؟ میز، باز جسد است، باز هم به شکل استوار باید انداخته شود. دومین چیزی که است، فیس فارورد. روی از این کس، روی امی شخص به طرف قدام می باشه، به طرف پیش روی باید باشه. یعنی رویش به این بغل نباشه، به این بغل نباشه، بلکه رویش مستقیم به پیش روی باشه. این شکل رویش پیش روی باشه و بعد از او رویش که به طرف پیش روی بود، چشم هایش هم به طرف پیش روی می باشه. مستقیم باید باشه چشم هایش و به یک چیزی در یک فاصله با او باید فوکس کرده باشه. مثلا در اون فاصله یک چیزی که هست، ما با او باید فوکس کرده باشم. چشم هایش مستقیم و به یک چیزی فوکس کرده به این شکل باشه. بعد از او سومین چیزی که است، آرمز یا بازوها. بازوهایش در کجا باشه؟ به اطرافش باشه، به دو بغل قرار داشته باشه. این بازو در این طرف و این بازو هم در این طرف. به این شکل ببینین، این بازویش در این طرف قرار داره، او بازویش در او طرف قرار داره. بازوهایش در اطراف باشه. و چهارمین چیز چی است؟ پم پام فارورد. الش تایلنت است. پامز فارورد. پام چی را میگه؟ کف دست ها را میگه. کف دست هایش به طرف پیش روی باید باشه. ببینین، کف دست های ازی به طرف پیش روی قرار داره. عین شکل کف دستش در این طرف به طرف قدام قرار داره. و اینی انگشت کلان نیست، تمب. این انگشت کلان به نام چی یاد میکنن؟ به نام تمب یا انگشت شسته. این انگشت به نام شست یا تمب یاد میکنن. انگشت شست ازی که از به زاویه 90 درجه از این انگشت های دیگه دورتر باشه. ببینین، اینی انگشت شست است. انگشت شست از این انگشت دیگه به زاویه 90 درجه باید دورتر باشه، یعنی به این شکل باید باشه. به این شکل. پنجمین چیزی که است، باید پاها موازی با هم دیگر باشه. پارلل. پاها موازی باشه، یعنی پای راست یا چپ هیچ کدامش از دیگه پس یا پیش روی نباشه. هر دویش در موازی با هم دیگر قرار داشته باشه. ششمش این است که انگشت های کلان پای نیست، انگشت کلان پای باید به طرف قدام یا به طرف پیش روی اشاره کنه. Toes point forward.
ببینید این انگشتای کلان پای است. انگشتای کلان پای به طرف پیشروی باید اشاره کنه، یعنی انگشت کلان پای باید به این طرف، به طرف داخل یا به طرف بیرون نباشه، مستقیم باید باشه. تمام اینی شش چیزی که من نشته کردیم، تمام از این ما به نام چی یاد میکنیم؟ اناتومیکال پوزیشن یا استاندارد اناتومیکال پوزیشن، که حالت استانداردش این میباشه. بعد از اون بعضی پوزیشن های دیگر هم داریم که به نام سوپاین پوزیشن یک یاد میکنیم. سوپاین پوزیشن، ببینید سوپاین پوزیشن قسمی است که شخص در بالای یک میز، مثلا مریض است، مریض بالای یک میز میخوابه و قسمی است که صدرش به طرف بالا میباشه، صدر به طرف بالا میباشه و قسمت پشتش، تخت پشت یعنی، به چی میباشه؟ به میز میباشه. این را به نام چی یاد میکنیم؟ این را به نام سوپاین پوزیشن یاد میکنیم. به طور مثال شما ببینید اینی یک میز باشه و در این قسمت یک مریض باشه. این مریض چه قسم است؟ این مریض اینی صدرش است، طرف صدرش است، صدرش به طرف بالا هست و قسمت تخته پشت به میز چسبیدگی میباشه. این به نام چی یاد میکنیم؟ به نام سوپاین پوزیشن یاد میکنیم. و دیگه که از به نام پرون پوزیشن، پرون پوزیشن، پرون پوزیشن برعکس سوپاین پوزیشن است. یعنی شخص صدرش به طرف میز میباشه، صدرش به طرف میز میباشه و بک باز به طرف بالا میباشه، به طرف علوی میباشه. و یک دانه دیگه هست به نام لیتیتومی پوزیشن پوزیشن است که در حالت ولادت به خانم ها داده میشه. و یام از پوزیشن ها، این سه دانه پوزیشن ها بودن، سوپین پوزیشن، پرون پوزیشن و لیتیتومی پوزیشن. و این هم اناتومیکال پوزیشن است یا استاندارد پوزیشن که در مورد اینجا ما صحبت کردیم. بعد از اون در مورد اناتومیکال پلانتس ما صحبت میکنیم. Anatomical plants. Anatomical plants یا پلان های اناتومیکی. ما چند تا پلان های اناتومیکی که داریم بالای از یال صحبت میکنیم. ببینید اولش به نام sagittal plan یاد میکنیم. Sagittal plan یا ایره در بعضی کتاب ها به نام median plan و یا هم mid sagittal plan یادش میکنن. mid sagittal plan یعنی نظر به کتاب ها متفاوت است. بعضی کتاب ها sagittal plan، median plan و یا هم mid sagittal plan یادش میکنن. بعضی کتاب های متفاوت میباشه. یک قسمت یک دانه جی میخوره mid sagittal plan، به این نام ها یاد میشه. ببینین سجیتال پلان کدام پلان را میگیم؟ یا تمامش خطای فرضی است که به خاطر سهولت در مطالعه یا استفاده میکنیم و همچنان نظر به می است که ما تمام اناتومی را که ما مطالعه میکنیم نظر به این پلان هاست که ما میخوانیمشان. ببینین مید سجیتال پلان یا سجیتال پلان خط را میگیم که از وسط بدن میگذره. اونو خطی که از وسط بدن میگذره از این ساحه به این شکل. اینی خط، یک خط فرضی که از وسط بدن میگذره و وسط و بدن به دو بخش تقسیم میکنه، یکی رایت و دیگر لفت. اینی رایت و این طرف هم لفت. این را به نام چی یاد میکنیم؟ سجیتال پلان یا میدین پلان یاد میکنیم که از وسط بدن میگذره و بدن به دو بخش مساویانه تقسیم میکنه، رایت لفت، طرف راست بدن ما، طرف چپ بدن ما. از قسمت وسط از این ساحه شروع میشه. یک خط فرضی است، یه خو اصل موجود نیست. خط فرضی که از وسط بدن، بدن رو به دو حصه تقسیم میکنن، رایت و لفت، و دو بخش تقسیم میکنن. پس سجیتال پلان باعث میشه که بدن به چند بخش تقسیم میشه و به دو بخش، یکی رایت اند لفت. یک دومینش که است، دومیشه به نام کرونال یا هم بعضی کتاب ها به نام فرانتال یادش میکنن، فرانتال یا کرونال پلان. فرانتال پلان یا کرونال پلان، این پلان ها که است قسمی است که بدن یا هم به دو بخش تقسیم میکنن. ولی تفاوتش در چی است؟ سجیتال پلان که بود بدن از وسط به دو بخش تقسیم کرد، رایت و لفت. و اما
کرونال پلان یا فرونتال پلان قسمی است که بدن از قسمت از یک قسمت به دو بخش تقسیم میکنه. از یک قسمت یعنی از یک قسمت ببینین، از یک قسمت بدن به دو بخش تقسیم میکنه، پیش روی و پشت سر دو بخشش میکنه. یک قسمت پیش روی میشه و دیگه قسمت پشت سر میشه که باز در طبابت دیگه نام برش میگیم. پس اینمی خطی که یا اینمی پلانی که بدنم به دو بخش تقسیم میکنه، یکی قدام یا پیش روی و دیگه قسمت پشت سر، اینو به نام چی یاد میکنیم؟ به نام کرونال یا فرونتال پلان یاد میکنیم که باعث میشه که بدن گفتیم به دو بخش تقسیم کرد، یکی انتریور یا بعضی کتاب ها به نام ونترالش میگن، ونترال یا انتریور. در فارسی اگر بگیم قدام، در کتاب های فارسی را قدام نوشته میکنن، پیش روی. کرونال پلان باعث شد که بدن به دو بخش تقسیم شود، یکی پیش روی است که پیش روی باز ما چی میگیم در حساب طبابت؟ به این میگیم انتریور یا ونترال، یا اگر به حساب دری کتاب های دری که نوشته کردن قدام، اینی را قدام میگیم. هر چیزی که دری صاحب بودی را قدام میگیم. تمام چیزهایی که دری طرف قرار داشت این قدام است، و چیزی که در عقب قرار داشت دری قسمت، مثلا این قسمت ما یو سخانه که دری قسمت است، این در قسمت پوستریور یا در قسمت خلف قرار داره. این استخوانی که در این ساحه است، این یک استخوان است به نام اکسیپیتال میگیم. اگر بگیم اکسیپیتال در کجا قرار داره، ما میگیم که در قسمت خلف جمجمه قرار داره این ساحه. اگر بگویم که این استخوان در کجا قرار داره، این استخوان به نام فرانتال میگن. این استخوان هم میگیم که در قدام جمجمه قرار داره، در پیش رویش است به اون خاطر. و اگر در پشت سر بود چی است؟ اینجا میگیم پشت سر چی؟ پوستریور. پوستریور یا هم برش میگن دورسال، بعضی کتاب ها دورسالش میگن، و یا هم اگر ما بگوییم در کتاب های خود ما خلف، قسمی که پیشتر گفتم. در کجا قرار داره استخوان اکسیپیتال؟ اکسیپیتال در قسمت خلف جمجمه قرار داره، ولی استخوان فرانتال در کجا قرار داره؟ در قدام جمجمه قرار داره. پس کرونال پلان هم باعث شد که بدن به دو بخش تقسیم شود. بعد از یک پلان دیگه داریم، پلان سومی را به نام چی یاد میکنن؟ ترانسورس پلان. ترانسورس پلان یا در بعضی کتاب هایی را به نام اگزیال پلان هم یاد میکنن، اگزیال پلان. ترانسورس پلان، اگزیال پلان یا به نام هورایزنتال پلان هم برش میگن. سه نام داره، هورایزنتال پلان، اگزیال پلان یا ترانسورس پلان. این باعث میشه که بدن این هم به دو بخش تقسیم میکنه. ببینین اما از دیگر ناحیه این قسمت هم میگیریم ما. ببینین این بدن به دو بخش تقسیم میکنه به این شکل، به شکل ترانسورس، به شکل هورایزنتال. بدن به دو بخش تقسیم کرد، با کدام کدام شما میبینین؟ اگر ما بدن از یک قسمت به دو بخش تقسیم کنم، این رو به نام چی یاد میکنین؟ بالا، بالاتر از یک قرار داره، بالایی میگیم. قسمتی که پایین تر از یک خط قرار داره پایینی میگیم. پس در اینجا ما به نام چی یادش میکنیم؟ اینجا میگیم که سوپریور و انفریور. سوپریور یا علوی، چیزی که بالا قرار داشت او را میگیم علوی یا سوپریور، و چیزی که پایین تر از این خط قرار داشت به نام چی یاد میکنیم؟ انفریور یا سفلی. علوی یا سفلی. و اما بعضی وقتا ما میتونیم به جای سوپریور، بعضی حالت ها شما رو شاید ببینین کرانیال. پسان که ما میخوانیم به او خاطر این اصطلاحات ما فعلا فقط میخوایم برشان آشنا شویم، چون پسان باز یا با یا سر میخوریم باز چه میفهمیم که سوپریور چی را میگه، انفریور چی را میگه. خب سوپریور بعض جاها میتونیم کرانیال هم استفاده کنیم. بعض جاها کرانیال هم که آمد، کرانیال چون کرانیوم در این ساحه کرانیوم قرار داره، پس هر آن چیزی که به طرف بالا بود او را به نام کرانیال هم میتونیم یاد کنیم و به جای سوپریور. و دیگه کس کاودال، به جای انفریور میتونیم کاودال هم یاد کنیم. کاودال چی را میگه؟ زمب یا دم میگن. یعنی هر آن چیزی که از این پایین تر هم بود او را میتونیم بگویم کاودال، به طرف کاودال قرار داره. به طور مثال من چند مثال برای شما میگم. ببینین ساجیتال پلان یا میدین پلان باعث شده که گفتیم بدن به دو بخش تقسیم کنه، رایت و لفت، راست و چپ. مثلا چشم راست، چشم چپ، اینمی امو باعث شده که به دو بخش تقسیم شوه. یا کرونال پلان، فرانتال پلان هم برش میگیم، باعث شده که بدن به دو بخش تقسیم شوه، قدام و خلف، که پیشتر یه مثال شما برای شما گفتم مثالاشه. دیگه ترانسورس پلان یا اگزیال پلان باعث شده که بدن ایم به دو بخش تقسیم شوه، سوپریور و انفریور. اینال تنها در این نیست که تنها ما وقتی که بدن از این قسمت به دو بخش تقسیم شد ما میتونیم بگوییم سوپریور و انفریور، از اون بالا نمیتونیم. نه، هر ساختمانی که بالای از یک دیگه قرار داشته ما میتونیم بگوییم سوپریور. به طور مثال شما ببینید بینی از این شخص از دهنش کده بالاتر قرار داره. ما گفتم میتونم که بینی که از سوپریور قرار داره
نسبت به دهنش. بلیک سوپریور قرار داره، یعنی بالاتر قرار داره از دهنش کرده. و دهنش کس انفریور قرار داره نسبت به بینیش. چون میبینین که دهن در کجاست؟ در پایین بینیست. پس ایره میگم که در انفریور بینی قرار داره. این انفریور سوپریور ماناش این چیز میباشه. بعد از این چهارمین پلان را که ما میخوانیم، سه دانه مهمترین پلان ها همی می باشه، اما چند پلان دیگه هم هست که ما بالای از جا صحبت میکنیم. یکی پاراساجیتال پلان. پاراساجیتال پلان. پاراساجیتال پلان ما یک دانه داشتیم یادتون است، مید ساجیتال پلان که در وسط میگذشت. پاراساجیتال پلان اونو پلان هایی را میگیم که در اطراف از این بگذره، در طرف راستش یا در طرف چپ، یعنی در این ساها وقتی که یک پلان بگذره، در این ساها این ساها که یک پلان بگذره، ببینین به این طرف یا به این طرف یک پلانی که بگذره، باز چی میگیم؟ این را میگیم پاراساجیتال پلان. و پنجمیش کس، پنجمین پلانه به نام اوبلیک پلان یاد میکنیم، اوبلیک پلان یا مایل. بعضی ساهایی هست که نه در ساجیتال میباشن، نه در ترو اکزیال میباشن، نه در کرونال میباشن، در اینجا قرار نداره، بلکه او به شکل مایل است. به طور مثال ما در بدن ما یک نوع عضله داریم که اوبلیک است، به شکل مایل سیر داره. پس او را باید او در کدام پلان میه؟ او در ابلیک پلان میه، پلان مایل میه. به این خاطر ما پلان مایل هم داریم. و ششمینش که از کاردینال پلان، یک نوع پلان دیگه داریم به نام کاردینال پلان. کاردینال پلان تمام پلان هایی که بدن به مساویات تقسیم میکنه، به دو نیمه تقسیم میکنه، به دو نیمه که تقسیم کرد ما ایره میگیم کاردینال پلان. مثلا ساجیتال پلان یک کاردینال پلان است. مثلا اکزیال پلان یا ترانسورس پلان یک کاردینال پلان است. و کرونال پلان هم یک کاردینال پلان است. این سه دانه کس به نام کاردینال پلان ما میتونیم کیا را یاد کنیم. خب ببینید، ما بعد از اینکه در مورد اناتومیکال پلان ها صحبت کردیم، حالا در مورد اناتومیکال ترمز، بعض اصطلاحات اناتومیکی که از بالای از وال صحبت میکنیم. بعض اصطلاحات هست که ما بالای از وال صحبت میکنیم. ببینید، اولین اصطلاح را که ما میخواییم که در مورد از این صحبت کنم این است که انتریور، انتریور یا قدام. دومینش پوستریور، سوپریور. ما بالای از صحبت کردیم، از او خاطر یک دفعه ناشتهشان میکنم و بعد از او خلاصه یک بار دوباره مرورشان میکنم. بالای از چهار دانش ما صحبت کردیم. انتریور گفتیم هر چیزی در کدام بود انتریور است، هر چیزی که در قسمت خلف یا پشت سر بود او را چی میگیم؟ پوستریور یا دورسال، انتریور یا ونترال. و سوپریور چیست؟ سوپریور هر چیزی که بالا قرار داشت در قسمت بالایی او را به نام چی میگیم؟ سوپریور یا الوی یا برازی کرانیال هم باز جای ها میتونیم استفاده کنیم. و انفریور هر چیزی که پایین تر قرار داشت. ما پیشتر مثال بینی و دهن برازی ها دادم، به خاطر دوباره پس یاره تکرار نمی کنیم. خب دیگه چیزی که از میدیال، میدیال اگه سلایت که تا بال سرش توبت نکردیم، میدیال و لترال کیاره چی میگن؟ خب میدیال یا لترال بالای از جا صحبت میکنیم. ببینیم اینی خط متوسط بدن است. ما پیشتر گفتم این را به نام ساجیتال پلان یاد میکنیم. هر چیزی که به ساجیتال پلان یا به خط متوسط بدن ما نزدیک بود او را میگیم میدیال. هر چیزی که به این نزدیک بود او را میگیم میدیال. و هر چیزی که از این دور بود ما او را میگیم لترال. به طور مثال ببینین، ما اگر بگویم که اینی قسمت دست از اینی طرف دستش، اینی ساحه، ای ساحه دست از ایک نیست، ای ساحه دستش میدیال قرار داره نسبت به ای ساحه دستش. چون اینی ساحه دست از ای، یا از ایک بهتر است که ما اینی انگشت شو بگویم. ببینین اینی انگشت کوچک، اینی انگشت کوچک از ای را میبینین، ای انگشت کوچک از ای به طرف میدیال قرار داره نسبت به انگشت شستش. چرا؟ چون انگشت کوچک از این به خط متوسط بدن نزدیک است، اما شستش بسیار دور است. پس ما میگم که این نسبت به این میدیال قرار داره یا اونسی. میدیال در دری در کتاب های دیگه اونسی هم میگن، اونسی. و همچنان لترال وحشی هم میگن، لترال در بعضی کتاب ها وحشی میگن. یا مثال دیگه میگم، مثلا چشم است. شما چی ببینین؟ چشم هم میگم که چشم در لترال بینی قرار داره، چشم
در لترال بینی قرار داره. چون میبینین این بینی است، بینی که است در خط متوسط بدن تقریبا واقع شده و چشم در طرف لترالش قرار داره، به این طرف، به طرف لترال چشم، به طرف وحشیش قرار داره، به طرف وحشی بینی قرار داره. اینم میگیم لترال. یک مثال دیگه هم میگم. ببینین ما میگم چشم نسبتا اونسی یا میدیال قرار داره با میدلاین نسبت به گوش. ببینین گوش بسیار دور است، گوش در این قسمت است، چشم در این قسمت است. چشم نسبت به خط میدلاین نزدیک است یا نه؟ به خط متوسط بدن یا ساجیتال پلان نزدیک است یا نه؟ بله. پس ما میگم که در میدیال قرار داره یا در اونسی قرار داره. نظر به چی؟ نظر به گوش، چون گوش بسیار وحشی قرار داره یا لترال است نسبت به چشم. پس اینی معنای میدیال و لترال است. اصل معنایش این چیز میباشه. بعد از اون بالای اصطلاح دیگه است به نام پراکسیمال، پراکسیمال و دیستال. پراکسیمال چیزی که قریبه باشه، در اصطلاح دری که اگر ما معنیش کنیم میره بگم قریبه. ببینین به طور مثال اینی قسمت، اینی بند دست است. ایناله هر چیزی که به بند دست ما نزدیک باشه، اینی استخوانهایی که در دست ما قرار داره، اینیا که به بند دست نزدیک بود، یار ما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام پراکسیمال یاد میکنیم. یعنی اینی بند دست است. چیزی که به این نزدیک باشه، استخوان‌هایی که به این نزدیک باشه، یار پراکسیمال میگیم. استخوانی که از این دورتر بود، ایره دیستال میگیم. یا از این میگذریم میریم مثلا خود انگشت، اگه ما در موردش بگوییم. ببینید انگشت از سه، اینی انگشت ما از سه قسمت ساخته شده. میبینید یکی دو سه. ایناله اینی قسمتش به این نهایت نزدیک است. هر چیزی که به نهایت نزدیک بود ما او را میگیم پراکسیمال، و هر چیزی که دور بود او را میگیم دیستال. ببینید این به نهایت نزدیک است، این که به نهایت نزدیک است ما یعنی چی بگویم؟ برای ازی میگم که پراکسیمال، و اینی که از نهایت دور است برش چی میگم؟ این را برش میگم دیستال. یا عین شکل در شانه، در شانه ای که استخوان قرار داره، استخوان بازو که است، هموراس، بازی رو بعدا سرش صحبت میکنیم. استخوان بازو که است، ببینید قسمتش که به این نهایت شانه نزدیک است، اینو من میگم پراکسیمال، و قسمتش که دور است که به این قسمت قرار داره، اینو میگم دیستال. پس اصطلاح دیستال و پراکسیمال به این چیز است که اطلاق میشه. خب بعد از او ما اصطلاح های دیگه داریم که یک اصطلاح است به نام سوپر فاشیال. سوپر فاشیال، سوپرفیشیال کس یعنی سطحی. هر چیزی که در سطح قرار داره رو میگیم سوپرفیشیال، و چیزی که عمیق است رو چی میگیم؟ دیپ. مثلا شما ببینین از استخوان‌هایی که در این ساحه است، از قبرقه ها کرده چی سطحی قرار داره؟ جلدش، یعنی یا عضله که در این ساحه است، یعنی جلدی که در این ساحه است. ما میتونیم بگوییم جلدی که در این ساحه است نسبت به استخوان‌های قبرقه ما چی است؟ سطحی قرار داره. و یا میتونیم بگوییم که قلب نسبت به استخوان ها عمیق قرار داره، چون قلب که در پشت استخوان ها است. پس ما میگوییم که قلب عمیق است نسبت به استخوان ها. این معنای سوپرفیشیال و دیپ است. سوپرفیشیال سطحی، چیزی که در سطح قرار داره، و دیپ چیزی که در عمق قرار داره، عمیق است. برای از او میگیم دیپ. بعد از او اصطلاح دیگه است که به نام اپسی لترال. اپسی لترال، اپسی باش که نشتهش کنم، اپسی. اپسی به معنای سیم، یکسان. و اپسی لیترال اینال چی معنی میده؟ اپسی سیم میگن به یک طرف بدن، یعنی در یک طرف نیمه بدن. ببینین ساجیتال پلان که به دو بخش تقسیمش کرد، رایت و لفت. اینال چیزی که به طرف راست ما قرار داره، ببینین به این طرف راست ما مثلا دست ما است، این دست و این پای، این دست و این پای با هم دیگر چی هستن؟ دست راست و پای راست با هم دیگر اپسی لیترال هستن. دست راست پای راست ما میگیم اپسی لیترال. اما اگر بگویم دست راست و پای چپ، باز برازی دیگه اصطلاح استفاده میکنم که را چی میگم؟ کانترا لترال. کانترا چی را میگن؟ کانترا متضاد میگن. کانترا به معنای اپوزیت، یعنی ضد هم دیگر میباشن. پس اصطلاح اپسی لترال و کانترا لترال با هم دیگر متفاوت هستن، که باز این بعضی جاها پسان استفاده میشه، ولی فقط ما میخوایم با اصطلاحات چون آشنا شویم. پس اپسی لترال چیزی که در عین طرف بدن باشه، ببینید دست راست پای راست عین طرف بدن، و کانترا لترال که متضاد باشه، دست راست پای چپ. و یک اصطلاح دیگه که مونده او است که روسترال.
روسترال خصوصا در قسمت سر استفاده میشه و نشان دهنده قدام است یا پیش روی. به طور مثال روسترال ما با چی استفاده میکنیم؟ من میگم که برین یا دماغ ما که است روسترال قرار داره نظر به چی؟ سپاینال کارد یا نخای شوکی. ببینید دماغ خود در این قسمت قرار داره یا برین، و سپاینال کارد یا نخای شوکی خود در عقب قرار داره. پس من میگم که برین روسترال قرار داره نظر به سپاینال کارد، چون سپاینال کارد در عقب قرار داره و برین کس نسبتا در پیش روی قرار داره. و روسترال چی است؟ روسترال یک اصطلاحی است که نشان دهنده قدام است، یعنی نمی ونتر انتریور نشان میده در اصل، اما این بیشتر در چی استفاده میشه؟ این بیشتر در قسمت هد یا در قسمت سر استفاده میشه. خب دوست عزیز، این بود درس امروز ما که در مورد معرفی آناتومی ما صحبت کردیم. امیدوار هستم که شما از یک چیز را مخته باشین. تا درس بعد، خداوند یار و مددگارتان. Thank you.